خدا بیامرزم داشتم یا بعد دارم، نمایشی رو نوشتم به نام قصه های ناتمام من و بابام. و در این قصه های ناتمام من و بابام بخشش خود بنده علی فخرالدین بودم و خود بابام و بخشش هم حاج آقا میرن رکی. به این شکل شد که الان حدود 10 سال هست من کارام تک نفره شده. حالا من یه چیزی خدمت بگم، من نمایشتون یعنی وان من شو رو یا استند اپ کمدی جنابالی ندیدم، ولی که این حقیقت میگم، شاید با بدون اغراق بگم مثلا 1, 2, 3, 4, 4 نفر صحبت کردم که اصلا صحبت نکنم بگیرم نمایش شما خوبی یا نه ها. مثلا گفتم که آقای فخرالدین قراره بیان برای مهمونی تلویزیون، چون همونطور که هموطنان عزیز ما میدونن ما ماهی یک مهمانی میدیم، طرفدارا هوادارهای تلویزیون دوستان من یه لیستی داریم، به قول آقای فخرالدین تو کلاب درست کردی، کلاب آپادانم واتر هر چی دوست دارید اسمش بذارید، تعداد 130-140 نفر بیشتر نیستن، میان که در واقع بودجه اون ماه ما رو تامین بکنن. همونطور که بارها با شما صحبت کردیم این تلویزیون کم بوده بودجه روز اول داشته و به دلیل اون ضوابطی که ما برای تلویزیون تعیین کردیم، نه اینکه پول نیست، خیلی راحت میشه پول در آورد، شما که من سالیان سال میلیون ها دلار از همین تلویزیون پول در آوردم، ولی که الان از روزی که این تلویزیون 24 ساعته شروع شده من یک ضوابطی در نظر گرفتم که اون ضوابط دیگه اجازه پول در آوردن نمیده، بلکه اجازه میده که فقط پول خرج کنی، بنابراین میلیون ها دلارم رو این تلویزیون خرج کردم گذاشتم. الان در واقع به اونجا رسیدیم که باید خود مردم این تلویزیون رو بچرخونن، نه به صورت فان ریزینگ، بلکه دوستداران من، هوادار رفیقای من، اینطوری بگم دوستان من در شمال کالیفرنیا ماه به ما دور هم جمع میشن، یه شامی میخوریم، یه برنامه هست و در واقع این برنامه محصولش جمع کردن پولی است که اون هزینه همون ماه میده، در 15,000 دلار مثلا 7,000-8,000 دلار که ما هر ماه در 15,000 دلار کمیم، معمولا 7,000-8,000 دلار 10,000 دلارش از این گرد همایی ها میدن. و من وقتی که فکر کردم که دوست عزیز و نازنین و آقای علی فخرالدین دعوت کنم بیار، به این نتیجه هم رسیدم که این نمایش آقای فخرالدین رو ما جاهای دیگه هم تلویزیون آپادانا یارای زیادی داره ببریم اونجا. مثلا من با نیویورک تماس گرفتم یا با ویرجینیا تماس گرفتم، اینا گفتن که ما این نمایش دیدیم خیلی خوب بوده، 2 نفر فقط از دوستانم در نیویورک به من گفتن، گفتن که باشه بازم بیاری خوبه. یا همین در سن حوزه یه دفعه این برنامه پیاده شده در یکی از رستوران های اینجا در شهر، مثلا من گفتم که داره آقای فخرالدین میاد، یکی گفت اونجا برنامهش بوده، گفتم چطور بود، گفت آره در یه مورد من پرسیدم، گفتم خوشتون اومد چطور، گفت خیلی خوب بود برنامهش، خیلی خوب بود برنامه، خوبه برنامه آقای فخرالدین، اینطوری که من خودم ندیدم، بلکه حداقل با 4 نفر به من گفتم کار خیلی قشنگه. بین حرفتون امشب ببینید فردا بیان نقل قول خوبتشو بگیرید. چون نگه ولی خود فخرالدین میشناسم، آدم بسیار بسیار شوخه، بسیار هر حرکتی از صحبتش آدم لذت میبره و بسیار نکته سنجه، بسیار آدم حاضر جوابیه، بنابراین چنین آدمی با چنین مشخصاتی میتونه یه وانمنشوی همینطور که موفق بوده داشته، مثلا در این دور زمونه که الان مسئله مملکتمون خیلی مسئله حساسیه، با حاج آقا میر انارکی من فکر میکنم ما میتونیم یه ریویو کنیم اون چیزی تو مملکت ما این آخونده سر مملکت و سر مردم ما در آوردن. به همین دلیل این چویس رو، این انتخاب رو من به نظرم درست میاد که برای مهمانی تلویزیون آپادانا از آقای فخرالدین من خواهش کردم تشریف بیارن و این سفر رو ما ادامه میدیم، از شمال کالیفرنیا شروع میکنیم به چند شهر آمریکا، اونجا که دوستداران آپادانا زیاد هستن و من میشناسمشون، قراره که بریم به زودی به نیویورک، ویرجینیا، واشنگتن دی سی، هوستون، تگزاس، فرزنو و ساکرامنتو، این جایی که با هم دیگه صحبتش کردیم همینجوری، ولی سشاتش قطعیه. یه اشاره بکنم خدمت شما و دوستانتون که اون چند نفری که این برنامه رو دیدند، ببینید استند اپ کمدی، وقتی که میگیم استند اپ کمدی، این برنامه ها بر اساس خبرهای روز و اتفاقاتی که در جامعه ما، جامعه بزرگ یا جامعه کوچک فرق نمی‌کنه، جامعه بزرگ اینجا حساب کنیم آمریکا و جامعه کوچک ما و جامعه بزرگ ایران، اتفاقاتی که میفته شما همینا رو، نکته ها رو میتونید جمع‌آوری بکنید و در کارتون بگنجونید. من الان 4-5 ساله
که این برنامه رو به این شکل شبی با علی فخردین و حاج آقا میران آرکی پیاده کردم، همین کار رو میکنه. یعنی علی فخردین از اینجا از جامعه برون مرزی میگه، حاج آقا از درون مرزی میگه و گهگاهی هم به هم میپرن. و همونطوری که خدمت گفتم، اگر امشب که شما شاهد این نمایش هستید، اگر ماه آینده در مثلا در بوستون برنامه است، با این خیلی تغییر میکنه. یعنی به هر شهری که میریم با مسائل روز اصلا فضای استنداپ کمدی. یعنی خیلی خوب، از چند پیام بازرگانی رو ببینیم و برگردیم، شاید که بیشتر با شما بودیم. پیام رو ببینید و برمیگردیم. آره بعد با اونو باشیم. رستوران پویا، محفل گرم و دوستانه برای شما خانواده.